بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان کانال ادعیه و علوم غریبه ملکوتی. دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. عزیزان، هر روز در این کانال آموزش هایی رو براتون قرار میدیم که با انجام دادنش بتونید گرهی از مشکلات خودتون و یا اطرافیانتون باز کنید، اما به شرط اینکه اذن و اجازه نوشتن دعاها رو داشته باشین. و یک نکته ای هم که هست، تمامی دعاهایی که در این کانال آموزش داده میشه همگی قرآنی و رحمانی هستند و هیچ گونه کار شر و شیطانی آموزش داده نمیشه و تمامی امور در جهت کار خیر هست. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، خیلی ممنون میشم که این کلیپ رو لایک کنید و دوستانی هم که کانالمون رو ندارن سابسکرایب کنن و زنگوله اعلان هم فعال کنن که هر روز از ویدیوهای ما مطلع بشن. خب دوستان، این دعایی که مشاهده میکنید یک دعای قدرتمند جهت بازگشت معشوق و افزایش محبت همسر و یا معشوقه هست. برای انجام دادنش باید در ساعت خوشیمن سعد اقدام کنید. اگر هم نمیدونید که ساعت سعد چیه، یک لینک داخل دیسکریپشن براتون گذاشتم، میتونید روش کلیک کنید و ویدئوی آموزشی ساعت رو ببینید که یک ویدئوی کوتاه و مختصر با توضیحات کامل. دوستان عزیز، این دعای محبت شدید و یا بازگشت معشوقه از نوع خاکی هست، یعنی برای طالع خاک. این دعا بسیار جوابگو هست و نتیجه هم کمتر از 21 روز مشخص میشه. بعد از اینکه این دعا رو در ساعت خوشیمن سعد نوشتید، در مورد قلم هم یک نکته بگم که هم با قلم مشکی بسید میتونید بنویسید، هم با گلاب و مشک و زعفران که اصولی ترین روشش همون گلاب و مشک و زعفران و یا همون جوهر روحانیه. دوستان عزیز، در قسمت اول که نوشته شده فلان زایده فلان، اسم مطلوب و مادرش رو باید بنویسید و در قسمت دوم باید اسم طالب و مادرش، یعنی خودتون و مادرتون، یعنی فلان زایده فلان بیقرار فلان زایده فلان کرده. بعد از اینکه این دعا رو نوشتید، حالا بخورات هم مقل ارزق میتونید بسوزونید، اگر هم در دسترس نداره یک عود خوشبو روشن کنید. بعد از اینکه این دعا رو نوشتید، باید دعا رو داخل پارچه سفید آب ندیده بذارید و اینکه در مکانی این دعا رو دفن کنید. حالا صحرا هست، بیابان هست، فقط عمق چاله‌ای که میکنید دعا رو دفن کنید یک مقدار عمیق باشه که اگر بارونی میاد و یا اتفاقات دیگه این دعا از اون خاک خارج نشه، چون که یا ممکنه باطل بشه و یا ممکنه باعثش دعا جواب برعکس بذاره براتون. به همین خاطر میگم تمام نکاتش رو رعایت کنید. آداب نوشتن دعاها هم که داخل هر ویدیو میگم خدمتتون، دیگه باید همتون بلد باشید، یعنی اینکه وضو داشته باشید، بدنتون پاک باشه و به سمت قبله بنشینید. توجه کنید تمامی دعاهایی که در جهت خیر نوشته میشه و قرآنی و رحمانی هستن، باید هنگام نوشتنشون به سمت قبله بنشینید. به این نکته بسیار توجه کنید. دوستانی هم که حالا سررشته ای از علوم غریبه ندارن و شرایط انجام دادن دعاها رو نداشتن، میتونن با شماره واتساپ ما هماهنگ کنن که براشون با کمترین هزینه انجام بدیم. هرچند که هدف این کانال آموزش دعاهای قرآنی و باطل کردن سحر و جادو است، اما در کنارش هم برای عزیزانی که شرایط انجام دادن دعاها رو نداشتن میتونیم اقدام کنیم. دوستان عزیز، عکس واضح این دعا هم داخل کانال تلگرام براتون به اشتراک میذارم که واضح تر باشه و راحت تر بتونید این دعا رو بنویسید. اگر هم دعایی بد نظرتون هست که توی کانال آموزشش رو نذاشتم، میتونید توی کامنت ها برای بنده بنویسید، بررسی میکنم. اگر دعا در جهت خیر
و رحمانی قرآنی باشه، حتما آموزشش رو داخل کانال براتون قرار میدم. میتونید پیج های اینستاگرام ما هم دنبال کنید، اونجا هم مطالب و ذکرهای خوبی براتون به اشتراک میذارم. توجه کنید ذکرهایی که به اشتراک میذاریم حتی اشخاص عادی هم میتونن انجامش بدن. سعی میکنم در کنار این ویدیوهای تخصصی و آموزشی یه سری ذکرها هم هر روز براتون به اشتراک بذارم که راحت تر بتونید بنویسید. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید و حداقل برای ما یه دونه کامنت بذارید، در آینده ساعت 100 هر روز رو داخل کانال تلگرام براتون به اشتراک میذارم که راحت تر و بدون مراجعه به اینترنت بتونید ساعت رو به دست بیارید. هرچند که ساعت 100 هر شهری متفاوت اگر بخواید اصولی به این قضیه نگاه کنید، اما بنده ساعت 100 رو به افق تهران براتون به اشتراک میذارم که به هر حال بتونید از ساعت مطلع بشید. حالا یه سری محاسبات هم هست در مورد به دست آوردن ساعت هر شهر که بسیار آسونه. بر فرض مثال شهر سنندج و یا آذربایجان غربی، مثلا ساعت 100ش با تهران یه مقداری فرق داره. حتما این مورد هم در ویدیوهای بعدی براتون توضیح خواهم داد. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و تا اینجای ویدیو همراه بنده بودین. اگر سوالی داشتین حتما توی کامنت ها بنویسید. خداوند یار و نگهدارتون.